سلام، خوش اومدید به ویژه برنامه بی بی سی فارسی در مورد کرونا. من نازنین معتمدی هستم، تهیه کننده برنامه 37 درجه. این برنامه فقط مخصوص جواب دادن به سوالات شما در مورد کرونا است. همین الانم هم میتونید سوالهای خودتون رو با هشتگ از ما بپرس تو شبکه‌های اجتماعی مختلف برامون بفرستید. هیچ سوالی هم کم اهمیت، ساده، ابتدایی، عجیب یا خنده‌دار نیست. خجالت نکشید، برامون بفرستید. ما هر روز متخصص دعوت می‌کنیم و سوالهای شما رو از ایشون می‌پرسیم. مهمان امشب ما دکتر امین مقدم هستن، ایمنی شناس، و همینطور فرن تقی‌زاده رو داریم اینجا تا از بحث‌هایی که شما در شبکه‌های اجتماعی با هم می‌کنید به ما بگه. بله، در توییتر نگرانی و سوالات زیادی مطرح میشه، مثل غربالگری خانه به خانه چقدر موثره، تا اینکه نحوه تدفین قربانیان به کرونا در ایران چطور انجام میشه. اما در اینستاگرام فضا کمی متفاوته. چالش لبخند، کاربران تلاش میکنن باهاش که روحیه رو بین خودشون که تو خونه موندند حفظ کنن. برگردیم پیش نازنین. دکتر مقدم، یه راست بریم سراغ سوالهایی که ازمون پرسیده شده. محشید توی تلگرام پرسیده 6 ماهی که بارداره و وقت دکتر زنان داره، با وجود اینکه تصمیم داره دستکش، عینک، ماسک بپوشه و حتی ملافه‌ای رو برای تخت معاینه با خودش ببره، هنوز نگرانه که مبتلا به ویروس بشه. توصیه شما چیه؟ سوال بسیار خوبیه. دوست دارم این سوال رو تعمیم بدیم به بقیه، به اصطلاح خدمات پزشکی که ممکنه افراد احتیاج داشته باشن، مثل دندونپزشکا، پزشکان متخصص و پزشکان عمومی. دو تا مسئله اینجاست، یکی چیزایی که باید بیمارا رعایت کنن و چیزایی که باید پزشکان رعایت کنن. به هر حال بیمارا باید تمام اون چیزایی که در حال عادی رعایت میکنن یا کسایی که میخوان خدمات پزشکی دریافت کنن، مثل اینکه اگه بیمار هستن قبلا زنگ بزنن، اگه علائم بیماری رو دارن حتما قبل از رفتن گزارش بدن و دستشون رو بشورن، ماسک بزنن. و افرادی که به اصطلاح خدمات پزشکی رو ارائه میدن در این دوران باید یه مقدار سعی کنن که بیمارها اگر احتیاجی به اومدنشون نیست تأخیر بندازن، اگه مسئله اورژانسی نیست. مثلا در مورد سونوگرافی، بعضی سونوگرافی ها روتینه و میشه یه مدت عقبش انداخت، بعضی باید حتما انجام شه. در اون صورت میتونن پزشکان به اصطلاح مثلا از قبل برنامه‌ای بذارن که بیمارها در اتاق انتظار دور هم نشینن، هر کدوم سر وقتشون بیان، وسایل به اصطلاح وسایلی که احتیاج دوباره عوض کنن، وسایلی که احتیاج ضد عفونی کنن، و به اصطلاح با این چیزا میشه ریسک رو بسیار پایین آورد. و این چیزی که ولی از دو طرف باید به اصطلاح اجرا شه، هم از طرف پزشکا و دندون پزشکا و از طرف بیماران. نگرانی برای رفتن به دندون پزشک بیشتر از پزشک معمولیه؟ بله، ببینید، خب دندون پزشکی ریسک بیشتری هم برای دندون پزشک داره، به خاطر اینکه طبیعتاً با باز کردن دهان و به اصطلاح در معرض قرار گرفتن انواع قطراتی که ممکن از دهان بیاد، خب دندون پزشک میتونه همین که در معرض این باشه و همینطور میتونه که این رو از یک مریض به مریض دیگه انتقال بده. بنابراین باز هم دندون پزشکی روتین رو میشه عقب انداخت، فعلا دندون پزشکی که اورژانس رو میشه انجام داد، باز هم همون شرایط رو رعایت کرد و به خصوص در اتاق انتظار دور هم نشست. و دندون پزشکا هم میتونن از پروتکشن یا به اصطلاح وسایل شخصی استفاده کنن که جلوی پخش شدن رو بگیرن، مثل ماسکای N95 پزشکی که ضد ویروسن، به اضافه به اصطلاح شیلد یا به اصطلاح تلقایی که جلوی صورتشون میذارن، و عوض کردن وسایل، ضد عفونی کردن وسایل و سطوح ها میتونن به این موضوع کمک کنن. عالی. آزی توی اینستاگرام ازمون پرسیده که علاوه بر نکات بهداشتی که هممون باید رعایت کنیم، چه نکاتی رو صرفاً برای مراقبت از کودکان باید حواسمون بهش باشه؟ طبیعتاً باید برای کودکان مسائل خاصی رو مورد نظر داشته باشیم، ولی باید بدونیم که کودکان به طور کمتر از بزرگسال‌ها در این به اصطلاح چند ماه اخیر به نظر میرسه که اینها کمتر دچار بیماری شدید کرونا میشن، ولی در این حال باید جلوگیری کرد از بیماری اونها. و همینطور باید در نظر داشت که کودکان میتونن این بیماری رو به بزرگسالا به راحتی سرایت بدن، میتونن برن تو محیطای مثل مهد کودک و مدرسه و این بیماری رو بیارن و به بزرگترها، به مادر بزرگا و پدر بزرگا بدن. بنابراین باید همون شرایط مسائل بهداشتی رو که برای بزرگسالا میشه کودکا رعایت کنن، مثل شستن دست، اگر بیماری دارن، اگر به نظر سرماخوردگی دارن نباید برن مدرسه، اولیای مدرسه باید این مسائل رو رعایت کنن، به
به اصطلاح به والدین بگن اگر فکر میکنن بچه‌هاشون مریضه نفرستن، ضد عفونی کنه مراکز عمومی و دستشویی ها رو، و در ضمن به بچه‌ها یاد بدن که دست به دهانشون نزنن، اگر عطسه میکنن استفاده کنن دستمال، اسباب بازی‌ها رو اگه میشه وقتی از مدرسه برمیگردن لباساشون رو و وسایل مدرسه رو اگه میشه لباسا رو عوض کنن، وسایل مدرسه رو میشه با وسایل ضد عفونی عادی یا الکل تمیز کرد. اسباب بازی‌ها هم همینطور. اسباب بازی‌ها همینطور. بله. مهران یه سوالی رو به صورت فایل صوتی برامون فرستاده که بشنوید. من سوالم در مورد طول عمر ویروس کرونا خارج از بدنه. شنیدم تو شرایط آزمایشگاهی تا 9 روزم گفتن این ویروس زنده میمونه خارج بدن روی سطوح فلزی و پلاستیکی. سوال دیگه‌ام در مورد اینه که این ویروس روی مواد غذایی مثل نون، میوه و سبزیجات تا چه مدتی میتونه زنده بمونه؟ این سوال خیلی خوبیه، به خاطر اینکه در به اصطلاح اپیدمی اخیر ضد عفونی کردن سطوح در مراکز عمومی و داخل و مراکز به اصطلاح داخل مدارس خانه ها خیلی شایع است و توی اخبار ما میبینیم. چیزی که باید در نظر داشته باشیم اینه که در حال حاضر تحقیقات روی این ویروس خاص کووید 19 ادامه داره و ما هنوز هیچ نتیجه ای نداریم که این ویروس آیا به غیر از فرد به فرد آیا چقدر از روی آلودگی سطوح یا و خیلی کمتر مواد غذایی منتقل میشه. ما هیچ داده ای فعلا نداریم، اما بر اساس داده هایی که بر اساس ویروس سارس ویروس های قبلی شبیه این هست، ما میدونیم که ویروس درسته از چند ساعت تا چند روز بسته به شرایط اون سطوح، درجه حرارت، دما، نور آفتاب ممکنه باقی بمونه، اما بعیده که بعد از یک روز ویروس خیلی عفونت بتونه ایجاد کنه در افراد. ولی در این حال باید این مسائل رو رعایت کرد و اگر به سطوح دست میزنی دست به دهان زده نشه، به هر حال باید جلو هر ریسکی رو گرفت. اما ما واقعا نمیدونیم که این آیا مسئله مهمیه. در مورد غذا که گفتید مسئله بسیار مهمیه. ببینید آلودگی غذاها کمتر میتونه تو این مسئله این ویروس کووید 19 باعث سرایت بیماری بشه و باز هم هیچ داده از چین بعد از این چندین ده هزار بیماری که داشتن وجود نداشته که کسی از طریق غذا این رو گرفته. ولی به هر حال غذاهایی رو که شما خام هستن بهتر که حتما بپزید، میوه ها رو حتما بشورید و مسئله نون که خیلی میپرسن، ببینید به خودی خود نون که خوب آلوده نیست، حالا اگر آرد هم آلوده باشه پخته میشه، ولی اگر نونوا شرایط رو رعایت نکنه، کسی باشه که مصریه و به اصطلاح خودش نمیدونه که بیماری رو داره بیاد نونا رو دست بزنه، کاری که میشه کرد اینه که نون رو توست کنید یا اینکه فریز کنید و دوباره آبش کنید و توستش کنید و با توست کردن نون باعث میشه که ویروس از بین بره. آیا فریز کردن هم ویروس از بین میبره؟ ببینید فریز در دمای منهای 20 و دوباره آب کردن معمولا 1% از ویروس ها و میکروب ها رو میکشه، اما به تنهایی این کافی نیست. خیلی ممنون. ما برمیگردیم به شما دکتر مقدم، یه سری بزنیم به فرن ببینیم تو شبکه‌های اجتماعی چه خبر. بله، از نحوه تدفین قربانیان کرونا در شبکه‌های اجتماعی ویدیوها و روایت‌های مختلفی منتشر شده. در یک ویدیو و تصویری که از شهر رشت منتشر شده، از شلوغی قبرستان‌ها در شهرهای شمالی ایران، مشخصاً رشت خبر می‌دهند و همچنین تصاویری هم ما از قم دریافت کردیم. در برخی نیز از نحوه تدفین و استفاده از آهک صحبت‌های به میون اومده. اما در پاسخ به استفتاهایی که در مورد شیوه شستشوی اجساد افراد فوت شده بر اثر کرونا صورت گرفت، مراجع تقلید ایرانی نظرهای متفاوتی دادند. آیت الله خامنه ای و شوبری زنجانی گفتند لازمه که اجساد با رعایت موازین بهداشتی با آب غسل میت داده بشن، اما آیت الله ثانی گفته اگر امکان سرایت بیماری وجود داشته باشه میشه از اجرای مراسم مذهبی شستشوی جسد با آب که گفته میشه همون اصطلاحا غسل میت هستش خودداری کرد. اما در عین حال علیرضا وهاب زاده مشاور وزیر بهداشت در مورد دفن فوت شدگان که مبتلا به ویروس کرونا هستند در توییتی امروز نوشته که طبق پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی عملیات بی‌خطرسازی انجام میشه. پیشتر هم آقای حریرچی معاون وزارت بهداشت در آخرین کنفرانس خبریش در مورد نحوه تدفین قربانیان کرونا گفته بود که یک پروتکل از پیشترین شده دارن که از طرف سازمان جهانی بهداشت و عیناً اونها رو انجام میدن. اما آقای حریرچی پس از این کنفرانس خبری اعلام کرد که آزمایش کروناش مثبت شده و به قرنطینه رفته. بحثی که در بین برخی از کاربران مطرح میشه اینه که چرا بیماری
بیماری کرونا مسئولین با بقیه مردم متفاوته. آیا دسترسی اونها به کیت‌های تشخیص بیشتر شده یا تمهیدات دیگری برای درمان اونها در نظر گرفته میشه؟ برگردیم پیش نازنین و ادامه بحث و سوال‌ها. مرسی فرن. دکتر مقدم، سال بعدی رو روز در اینستاگرام ازمون پرسیده، آیا مایع ظرفشویی یا مایع لباسشویی هم مثل صابون میتونن ویروس رو از بین ببرن؟ کلا مواد شوینده که چربی رو از بین میبرن یا چربی رو حل میکنن، هم در به اصطلاح شستن و بردن ویروس موثرن و همین که میتونن قشای ویروس رو که یه قشای چربی هست رو از بین ببرن. بنابراین هر دو کار رو با مواد شوینده میتونیم انجام بدیم. ماده ظرفشویی هم مثل صابون این خواص رو داره. استفاده از وایتکس هم خیلی دیدم که ماده سفید کننده، زیاد تو شبکه‌های اجتماعی صحبت ازش میشه. نظرتون چیه؟ ببینید، وایتکس رو اگر درست به اصطلاح غلظتش رو درست استفاده کرد، میتونه به عنوان یک مواد یا ماده ضد عفونی کننده سوتو استفاده بشه، البته با مراعات یک سری مسائل بهداشتی، برای اینکه خود وایتکس میتونه بیشتر از ویروس کرونا باعث مشکلات بشه، مثلا وایتکس غلیظ، استشمامش و یا ایجاد گازهای سمی که گاهی اوقات از وایتکس میشه ممکنه مشکلات حاد ریه ایجاد کنه و بنابراین خودش بسیار خطرناکه. حتما وایتکس رو باید بر اساس دستور عمل 50 تا 100 با آب قاطیش کرد و بعد روی اسپری استفاده کرد. روی سوتو هیچ وقت به طور مستقیم روی بدن رو افراد استفاده نکنیم وایتکس رو، برای اینکه حتما هم ماده ای که حساسیت زاست و همین که اگر استنشاق بشه مشکل ریوی ایجاد میکنه. پارسا سوال خودش رو به صورت فایل صوتی برامون فرستاده، بشنویم. چجوری باید فهمید که الان تو دوره کمون هستیم یا نه؟ الان حالم خوبه ولی اینقدر آمار مبتلاها بالاست دیگه دارم به خودم شک میکنم. از مسئولین هم اونی که تستشون مثبت اومده سر حالم ویدیو ضبط میکنن و حرف میزنن، یعنی اصلا انگار نه انگار که کرونا گرفتن. و اینکه ویروس وقتی از بدنی به بدن دیگه میره آیا ضعیفتر میشه یا نه؟ ببینید، دوره کمون همونطور که از اسمش برمیاد دوره‌ای که شما ممکنه که ویروس رو گرفتید ولی علائمی ندارید، اما این نداشتن علائم دلیل بر این نیست که شما ویروس رو از خودتون پخش نمی‌کنید. معمولا در مورد کووید 19 ویروس کرونا اخیر به نظر میرسه که تو بعضی از به اصطلاح گزارش‌های پزشکی اومده که بعد از روز دوم تونستن، بعد از روز دومی که مریض این ویروس رو گرفته و هنوز هیچ علامتی نداره، حتی دیدن که میشه ویروس رو از مجاری تنفسی میشه تو اونا پیدا کرد. اما اینی که چقدر عفونیزاست مشخص نیست در مراحل اول، ویروس باید به یک مقداری برسه تا بتونه عفونیزا باشه، ولی به طور برای اینکه مراقب باشیم میگیم که از روز دوم بعد از اون دوره کمون تا زمانی که شما علائمتون نشون داده بشه که ممکنه حدود 14 روز باشه، شما میتونید بقیه رو آلوده کنید. بنابراین اگر با کسی کانتکت داشتید یا ارتباط داشتید که فکر میکنید ویروس داره، میتونید فکر کنید که شما ممکنه ویروس رو داشته باشید. نگار تو اینستاگرام پرسیده آیا اگر یه فردی یک بار کرونا بگیره دیگه بدنش ایمن میشه به این بیماری؟ در مورد این کرونا اخیر نمیتونیم بگیم چون که هنوز این به اصطلاح 3 ماهه، باید چند ماه بگذره گزارش‌ها بیاد بیرون، ولی کروناهای قبلی نشون میده که بله بدن ایمنی پیدا میکنه، اما در بعضی از افراد ایمنی قویه، در بعضی ضعیف‌تره. 1-2 مورد در مورد کرونا اخیر به نظر میاد که دوباره بعد از 1 ماه یا 1.5 ماه یه نفر کرونا رو گرفته، ممکنه کسی که ایمنیش پایین باشه دوباره این رو بگیره. عالی. علی همدانی از روبروی دفتر نخست وزیری با ماست، جایی که جلسه اضطراری امروز در مورد کرونا برگزار شده بود. علی جان، چه تصمیمایی گرفتن؟ در واقع تصمیمی که دولت اینجا گرفته امروز در جلسه اضطراری کبرا، به فردا جزئیاتش بیرون خواهد اومد، اما به طور کلی واکنش دولت بریتانیا در 3 طبقه بندی هستش. طبقه بندی اول در رده شخصی هست. نخست وزیر بریتانیا امروز درست بلافاصله بعد از این جلسه اضطراری که داشت به خبرنگاران گفتش که از مردم میخواد دستهاشون رو بشورن. توصیه سازمان بهداشت جهانی هم هست که از دهان نخست وزیر بریتانیا بیرون اومد. همینطور مرتبا دولت، مقام‌های دولتی از طرق مختلف از مردم میخوان اگر که سرفه میکنن، اگر که عطسه میکنن، در دستمال بکنن یا زیر در واقع آستینشون. طبقه دوم طبقه اجتماع هستش. از طریق رسانه ها درست از 1 ماه پیش آموزش گسترده ای تو هم با خبررسانی شفاف شروع شد. رو درواسی نداشتن با کسی، مرتبا هم امید نمیدادن که مثلا تا هفته بعد این ویروس از بین خواهد رفت، اتفاقا برعکس مدام هشدار میدادن. استفاده از جامعه مدنی
یعنی این یکی از شیوه‌ای هستش که در همین طبقه بندی میگنجه. دولت در بریتانیا خصوصا امروز مطرح شدش که باید با برچسب زدن یا استیگمای بیماران کرونایی، لفظی است که در واقع رسانه‌های دولت‌ها بعضی موقع استفاده می‌کنن، از جمله در ایران، باید باهاش مقابله کرد. نباید گفت این بیماران کرونایی هستند، چون این خودش برچسب زدن هستش. باید با این بیماری هم مثل بقیه بیماری‌ها در واقع رفتار کردش. و طبقه سوم طبقه دولت هست. دولت در بریتانیا امروز اعلام کرد که دو طرح رو به موازات پیش خواهد بود. طرح نخست پیشگیری از همه‌گیری این بیماری هستش. مثلا شماره تلفنی رو اعلام کردن که میتونید تماس بگیرید، بلافاصله بعد از اون تماس پزشک با شما تماس میگیره اگر که در شرایط اضطرار یا کمک باشید. بلافاصله میان داشتم میخوندم که میانگین زمانی که یک آمبولانس طول میکشه تا بعد از تماس تلفنی فرد احتمالاً مبتلا به کرونا به منزلش برسه 15 دقیقه هستش در بریتانیا، که در نوع خودش فوق‌العاده هستش. یک طرح پیشگیریه که دولت در پیش خواهد گرفت، و طرح دوم طرح مقابله هست. روز گذشته سندی منتشر شد از نامه‌های دولتی درس کرد به رسانه‌ها که گفته میشه در بدترین شرایط ممکن است 80% جمعیت بریتانیا به این ویروس مبتلا بشن، که دولت داره خودش رو آماده مقابله با این بدترین حالت ممکن هم میکنه. مرسی علی، خیلی خیلی ممنون. یه بحثی که سوال در موردش خیلی زیاده بحث قرنطینه شخصیه. آنایتا شمس توی این گزارش به ما میگه که تو قرنطینه شخصی چه نکاتی رو باید رعایت کنیم، چه کسایی باید خودشون رو قرنطینه کنن و چجوری میشه موفقیت این قرنطینه رو تضمین کرد. در قرنطینه موندن برای 2 هفته در واقع از آلوده شدن افراد مسن‌تر یا کسایی که دچار مشکلات جسمی دیگه هستن جلوگیری میکنه و در نهایت جلوی انتشار این ویروس رو میگیره. کسانی که مشکوک به این بیماری هستن و یا از سفر از شهرها و کشورهایی میان که درشون شمار مبتلایان به این ویروس بیشتر بوده، حتما باید خودشون رو برای 2 هفته قرنطینه کنن. اگه بهتون گفته شده باید خودتون رو قرنطینه کنید، یعنی باید در خونه بمونید، سر کار نرید، مدرسه، دانشگاه و به هیچ مکان عمومی نباید برید. هیچ کس هم نباید به دیدنتون بیاد. اگه توی خونه تنها زندگی نمی کنید، باید در اتاقی بمونید که تهویه هواش خوبه و سعی کنید همیشه در اتاق رو بسته نگه دارید. اگه سرویس بهداشتی خونه رو باید با دیگران مشترکاً استفاده کنید، سعی کنید آخرین نفری باشین که از سرویس بهداشتی استفاده میکنه. و حتماً حله و تمام وسایل بهداشتیتون رو هم از دیگران جدا کنین. آشغالاتون مثل دستمالها، ماسکتون و دستکشاتون رو توی 2 کیسه تو در تو بذارید و درش رو محکم گره بزنید. اگه تنها زندگی میکنید، سعی کنید وسایل مورد نیازتون رو تا اونجایی که میشه آنلاین تهیه کنید، یا از دوستا و آشناهاتون بخواید بهتون کمک کنن، براتون خرید کنن و بذارن پشت در خونتون تا بعد شما اونها رو بردارید. اگه هم در خونه با دیگران زندگی میکنید، باید غذا رو براتون بذارن پشت در و بعد شما اون رو بردارید. رعایت بهداشت، شستن دستا و در قرنطینه موندن مسئولیت شخصی هر کدوم از ماست که میتونه از انتشار سریع ویروس کرونا جلوگیری کنه. توی تو مقدم همینطوری که آنا تو گزارشش گفت، وقتی از آدم میخوان که تو قرنطینه شخصی بره برای 14 روز، خیلی مهمه که آدم اون احساس مسئولیت رو خودش بکنه، درسته؟ دقیقاً. توی مواردی مثل اپیدمی حاضر، افرادی که ممکنه که به این ویروس مبتلا شده باشن، تقریبا میشه گفت مهمترین نقش رو در کنترل دارن، بیشتر از مسئولین بهداشتی. و رعایت کردن این مسائلی که الان دیدیم تو این ویدیو بسیار مهمه، و کم کردن به اصطلاح تماس خیلی اساسیه. سینا و کامران سوالاشون مشابه هم بوده تو زمینه قرنطینه شخصی، فایل صوتی برامون فرستادن، بشنویم. خواستم بدونم این که میگن که با داشتن علائم اولیه به صورت خفیف به مراکز درمانی مراجعه نکنید، و در صورتی که علائم تبدیل به علائم شدیدی مثل تنگی نفس شد، برید بیمارستان یا مراکز درمانی و قبلش در خونه خود درمانی بکنید. میخواستم ببینم که این خود درمانی یعنی چه، و مثلا در این دوره چه داروهایی میشه مصرف کرد. با توجه به کمبود امکانات
و نبود رسیدگی لازم در ایران که اخیراً شاهد افتادن مردم وسط خیابان بر روی زمین به دلیل ابتلا به کرونا ویروس هستیم. اگر بیمار شدیم و بیمارستان پذیرش نکرد، راه خوددرمانی جهت بهبودی چیست؟ سوال بسیار خوبی بود. این دو تا سوال در واقع با هم ارتباط دارن، من هر دو تا رو با هم جواب میدم. حتما سازمان بهداشت منطقه‌ای یک پروتکل بسیار واضحی رو برای افراد شهروندا ارائه میدن که این پروتکل شامل یک سری تعلیمات فردیه و شماره هایی که میتونن زنگ بزنن. کسی که مشکوک به بیماری یا فکر میکنه با کسی که بیماری رو داشته ارتباط داشته، باید به شماره زنگ بزنه و به اصطلاح یه سری پیشنهادات و توصیه‌ها رو دریافت کنه. اگر توصیه اینه که در خانه خودتون رو درمان کنید، فقط به معنی اینه که مسائل عادی رو انجام بدید، ضد تب مثلا استفاده کنید، مایعات بخورید و هیچ داروی خاصی رو بهش اشاره نمی‌کنه. بعضی از سازمان‌های درمانی میان افراد رو که مشکلی ندارن اما بیماریشون یه مقدار شدیدتره، بهشون پیشنهاد میکنن که در منزل بمونن و اونها رو میذارن روی یک سری داروهای آزمایشی ضد ویروس. این در بعضی از کشورهاست، در بعضی های دیگه نیست. مثلا در چین اینا هست، ممکنه در ایران باشه، من دقیقاً نمیدونم، اما در بعضی از کشورها اینطور نیست. در اون صورت اینها این پیشنهادات رو و توصیه ها رو به طور خیلی دقیق میگیرن. اون داروها در داروخونه ها وجود نداره، داروهای آزمایشی هستن و بنابراین خیلی مشخصه. توصیه خیلی مهم اینه که شما اگر فکر میکنید که این بیماری رو دارید، به طور مستقیم به یک جای مرکز پزشکی یا دکترتون مراجعه نکنید. عالی. سوال وحید رو بشنویم. سوال من این بود که اگر یک فردی مبتلا به کرونا بشه و جوان باشه، آیا ممکنه که اون جوانم باعث فوتش بشه؟ چون شاید میگن که افراد زیر 20 سال اگر به کرونا مبتلا هم بشه اصلا مرگ و میر زیر 20 سال ثبت نشه. در جواب به این سوال، در کشورهای غربی تعداد مرگ و میر خیلی کم بوده، ما نمیتونیم اصلا اظهار نظر کنیم، ولی آماری که از چین اومده نشون داده بیشتر کسانی که دچار بیماری شدید شدن و به مرگ و میر انجام میده افرادی بودن با سنین بالا، متوسط سن 60 سال و بیماری‌های زمینه‌ای. اما این به این معنا نیست که افراد جوان‌تر، بالغین یا اینکه حتی کودکان نمیتونن مبتلا بشن. به هر حال هر کسی که فکر می‌کنه علائمش رو داره باید اون رو به صورت گزارش کنه. ولی نگران این بود که میگفتن با سیستم این کسی که سیستم منشون ضعیفه بیشتر در معرض خطرن. با فوت کسی که بازیکن فوتبالیست فوتسالیست بود در واقع این سوال برای خیلی‌ها پیش اومد که خب فرد ورزشکار بوده، سیستم ایمنیش قوی بوده. ببینیم، ما بر اساس فقط آمارهایی که تو این چند ماه اومده داریم در مورد کووید 19 صحبت می‌کنیم، برای اینکه بیماریزای این با بیماریزای سارس و مرس فرق می‌کنه. در مورد آمارهایی که در مورد حدود 50,000 مریض اومده، ما می‌بینیم که کسانی که مرگ و میر در کسانی که سنین پایینن خیلی کمتره، ولی صفر نیست. در بعضی موارد ما نمی‌دونیم کسی بیماری زمینه‌ای داشته یا نه، و بنابراین یه فرد جوونی ممکنه به نظرمون سالم بیاد ولی بیماری زمینه‌ای وجود داشته باشه. درسته. یه بار دیگه سر بزنیم به فرن و شبکه های اجتماعی برمید. های زیادی از ضد عفونی کردن شهرهای مختلف در شبکه های اجتماعی منتشر شده. نحوه ورود سپاه به این ماجرا که در تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی به نام عملیات سرکوب کرونا نامگذاری شده بود، موج بسیار زیادی رو در شبکه های اجتماعی ایجاد کرد. اما تصاویری هم از شهرداری لاهیجان از انجام اقدامات اینچنینی برای ضد عفونی کردن فضاهای شهری منتشر شده. در ویدیوهای که توسط شهرداری‌های شهرهای مختلف داره در شبکه‌های اجتماعی مشخصاً منتشر میشه، هشتگ‌های مثل کرونا را شکست می‌دهیم هم استفاده میشه. در کنار این امیدواری‌ها و موج‌های مثبتی که مسئولین تلاش می‌کنند که به کاربران در شبکه‌های اجتماعی منتقل کنند، تجربه‌ها و خبرهای مربوط به مرگ بر اثر کرونا روی دیگری به این موضوع داده. مثل موارد زیادی که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره، مشخصاً نام نرجس خانعلی‌زاده رو شنیدید این روزها، پرستار درگذشته که در بیمارستان میلاد شهر لاهیجان بوده که امروز خبر مثبت بودن آزمایش کروناش منتشر شده. دیروز آقای وهاب‌زاده که از مشاورین وزیر بهداشت هستش، در توییت نوشت که وزیر بهداشت از بسیج ملی 300,000 اکیپ تخصصی برای غربالگری خانه به خانه خبر داده که موارد مشکوک به بیماری کرونا در سطح ایران رو شناسایی کنند، که همین توییت با واکنش‌های بسیار زیادی روبرو شد. با واکنش های
مثبتی مثل همچین توییتی که عقیده داشتن که بسیج میتونه کارهای مثبتی انجام بده همونطوری که در زمان جنگ این کار رو انجام داده، یا اینکه تونسته فلج اطفال رو با کمک بسیج ایران ریشه‌کن کنه در این کشور. ولی هادی یزدانی از طرف دیگه با روی منفی به این قضیه نگاه کرده، گفته بنا به گفته وزیر بهداشت قرار برای نخستین بار در دنیا 300 هزار اکیپ تشکیل دهنده و خانه به خانه دنبال ویروس کرونا برن تا شکستش برن، ولی به نظر آقای یزدانی گفته که این خودش مثل یک بمب خوشه‌ای میمونه برای منتشر کردن ویروس‌های بیشتر کرونا. که البته آقای وهاب‌زاده امروز در یک توییت دیگری نوشتش که این کارهایی که انجام میدن برای همه خانه‌ها نیستش و فقط خانه‌هایی که توش افرادی که کرونا مثبت داشتن انجام میشه. برگردیم پیش نازنین. مرسی فرن. در ادامه این همین نگرانی‌هایی که فرن داشت صحبت می‌کرد راجبش، موضوع سمپاشی شهرها و اینکه آیا مؤثر هست و ماده سمپاشی چیه؟ این مسئله خیلی مهمه، به خاطر اینکه ممکنه که نظر ما را از مسئله خیلی مهمتر در به اصطلاح سرایت ویروس به چیزایی معطوف کنه که اونقدر هنوز مشخص نشده که چقدر اهمیت داره. ببینید تو گزارش‌های ابتدایی که اومده روی چند تا کیس، مثلا حدود 100 خورده کیس در چین اومدن دقیقاً بررسی کردن ببینن که اینا چطوری گرفتن، تقریبا همشون رو تونستن به برخورد نزدیک فرد به فرد یا داخل خانواده یا در محیط‌های خیلی نزدیک مثل کار و مدرسه ربط بدن. بنابراین ما چیزی که الان داریم اینه که ما باید تمام کارهامون در این حد باشه که کسایی که بیمار هستن یا ممکنه بیمار بشن و پرسنل پزشکی این بیماری رو پخش نکنن. هر دستور عملی که ما میدیم باید در اون به اصطلاح خط باشه. در مورد زدو فوق کردن سطوح به خصوص در مراکز عمومی خیلی مهمه، ولی هنوز نمیدونیم که این چقدر نقش مهمی بازی خواهد کرد. خیلی ممنون دکتر مقدم که با ما بودید، به سوال‌های مخاطبای ما در واقع پاسخ دادین. حتما به وبسایت بی بی سی فارسی سر بزنید، پر از اطلاعات کاربردی و توصیه‌های عملی هست. خیلی ممنون که بیننده این ویژه برنامه ما بودید. به تمام کسانی که موفق نشدن این برنامه رو ببینن ولی شما از برنامه خوشتون اومده، بگید فردا تکرارش رو ساعت 12:30 ظهر به وقت تهران ببینن. فردا بازم به صورت زنده و 3 ساعت 6:30 عصر به وقت تهران و 7:30 به وقت کابل با یه متخصص دیگه اینجا در خدمت شما ایم که به سوالاتون جواب بدین. سوالاتتون رو با هشتگ از ما بپرس صوتی یا تصویری برامون بفرستین. تنتون سالم، روانتون آروم. خیلی ممنون دکتر مقدم. خیلی ممنون.